بفرمایید آقای نقویان. بسم الله الرحمن الرحیم. من مهدی نقویان هستم، مستندساز، حتی آقای دیباچی فکر کنم فعال سیاسی هم هستم. دو به یک شدیم. خب فارغ التحصیل رشته کارگردانی دانشکده صدا و سیما هستم. یه 5-6 سالیه که به صورت حالا تقریبا حرفه‌ای یا نیمه حرفه‌ای مشغول ساخت مستند هستم. بله. تو برای من به عنوان بعد اینجا مدام اونم شهادت این بگه، مدام به عنوان کسی که جنگشو بوده، سابقه فیلمسازیش هم داشته، به قول شما حوزه مدیریتیش هم بوده، اگر بخوام سراغ سوژه هایی برم که کوچکترین تلنگری بزنه به قرائت روز، آیا ممکنه؟ فرض بکنید که من امروز با آقای نقویان بگم که آقای نقویان من میخوام یک مستندی بسازم در رابطه با حضور نیروهای روسیه در پایگاه نوژه همدان، و سوالم این هستش که آیا این موضوع قانون اساسی ایران رو به چالش میکشد یا نمیکشد؟ صرف نظر از اینو اونی کیس در نظر بگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول از همین سوژه رو میخوام یه جایی تصویب بکنم. آیا جایی تصویب میکنه؟ میگه خودت برو بساز. خیلی خوب، میخوام برم. میرم به نیروی هوایی مراجعه میکنم، به مجلس مراجعه میکنم، به ارتش مراجعه میکنم، میگم میتونم نظرات شما رو داشته باشم؟ اونها میپرسن که سوال شما چیه؟ میگیم این سواله. میگن ما در زمینه همکاری نمیکنیم. یک سوال دیگه، ما در ایران رؤسای جمهور مختلفی داشته در ادوار مختلف، کدوم رئیس جمهور بوده، کدوم دولت بوده که در حضور خودش بشه نقدش کرد، و کدوم رئیس جمهور بوده که در غیاب خودش بتونی نقدش بکنی و بتونی پاسخ بده؟ دلیل عدم موفقیت مستندهای سیاسی در اکران سینما چیست؟ 1. فقدان صراحت. 2. فقدان طنز و شوخ طبعی. 3. پیچیدگی متن و موضوع. 4. هواداری آشکار فیلمساز از جریانهای سیاسی. 5. کهنگی زود هنگام موضوعات سیاسی. عدد گزینه مورد نظر خود را به سامانه پیامکی 20337 ارسال نمایید.